با اسکوچیچ چه کار خواهید کرد بعد از اومدنش؟ گمان زنی خیلی زیادی مطرح شد چند روز قبل، حتما دیدید که توییت کردن چند از خبرنگار ایتالیایی صحبت با استراماچونی رو که خودش تکذیب کرد. الان تکلیف اسکوچیچ چیه؟ قراردادش تا کیه؟ ایشون قراردادش تا پایان جام ملت‌های چین هست. تا پایان جام ملت‌هاست؟ تا پایان جام ملت‌هاست. البته راند هست بر اساس عمل کرده ایشون هست. یعنی اولین راندش تو مقدماتی جام ملت‌های جام جهانیه که یعنی بازی ایران و بحرین و ایران عراق. بله دیگه، این راند که تموم میشه تصمیم گیری خواهد شد دیگه. شما الزامی برای ادامه قرارداد دارید با اسکوچیچ؟ در قرارداد آورده شده که کارفرما باید در این خصوص هر مرحله تصمیم بگیره و با مربی به نتیجه برسن. آه، یعنی تصمیم و فدراسیون فوتبال ایران میگیره، غرامتی چیزی قرار نیست پرداخت کنه اگه بخواد تعویض. بله دیگه، دقیقاً در قرارداد اومده که این تصمیم خواهد گرفته شد بر اساس رضایت عملکرد کارفرما نسبت به مربیش. که در واقع رانده یکش به قول شما میشه همون بازی با کامبوج و هنگ کنگ و بحرین و عراق که تکلیف ما رو مشخص می‌کنه. بله. یعنی بچانسی هم خودش آورد و اسکوچیچ خورد به این داستان‌ها، اصلا رقابت‌های ملی لغو شد. یعنی طول مدت قراردادش فکر کنم چند ماه اولش اصلا سپری شد و هیچ اتفاق ملی هم نیفتاد دیگه، اصلا بازی کلا تعطیل شد. البته آقای اسکوچیچ با توجه به پیگیری که ما داشتیم گزارش شد که ایشون به دپارتمان تیم ملی داده، عملا رفته و بر اساس تو همین فرصت کم یه مقدار راجع به لژیونرا تحقیق کرده، فیلماشون رو دیده، بررسی‌های فنی خودش رو کرده. چون طبق یکی از آیتم‌های قرارداد ایشون باید گزارش به اصطلاح فعالیتش رو بده، حالا چه فعالیتش در ایران باشه چه فعالیتش در خارج. نه اصلا بیترین که کاریه اصلا بحثی توش نیست. بله، کاری. فقط میخوام از موزه فدراسیون بگید که شما 100% از اسکوچیچ حمایت میکنید به عنوان سرمربی تیم ملی. من اتفاقا همینو میخواستم در این برنامه بگم. ببینید، ایشون سرمربی تیم ملی ایرانه، ما وظیفه‌مونه که به هر شکلی قدمن قلمن هر چی کمک بکنیم که در این چهار تا بازی که برای ما واقعا خیلی حیاتیه، ما این چهار بازی رو فکر نکنیم یکی رو مساوی کنیم سه تاشو ببریم میریم بالا، اینطور نیست. بعد این چهار بازی رو ما 12 امتیاز بگیریم که اگر بخوایم از این گروه از این راند به سلامت بریم. من خواهشم مجدد این هستش که ایشون سرمربی تیم ملی ماست، آقای کریم باقری، آقای وحید هاشمیان دستیارای ایشون هستن، دو تا دستیار خارجی دیگه هم خواهد اومد و در کنارشون بازیکنای تیم ملی ما هستن که برای خودشون بالاخره صاحب جایگاهی هستن. لذا همه باید کمک بکنیم. این که بخوایم شایعه درست کنیم که این میاد میشه مربی، این اصلا من هنوز شروع نکرده، من با تمرینشون هم چه جوری گفتن اینا، در صورت من نمیدونم بی تقوایی میکنن.